اموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این ایران در زمین ما ما از یک و خواهدش که سراسر فرسود هوای وطن از چه بیتابانه میخواهمت ای گوریت ها بد خدا همه رکتت <applause> در شبان سیاه در بدری دیدم رو به خانه پدری آشنایان دور و نزدیکم در شمال و جنوب و باختری وطنم پیش روی من جاری است پر از یادهای تاجوری دل من پر از جلوه ی یاسش در قفایش دو دیده چشم تری باز کن پنجره که میتلبم عطر لاهیج و صبح بیخبری ره به کاشان و یز چون زده ام سفرم تا سراب سر به سری میزنم چنگ چنگ کارونش باز جان در هوای بیشتری آتشی در دلم به پا شده است گو بباران بهار تازه تری رو به مرغاب میزنم فریاد جام شعرم به دست شعر دری علیرضا نوریزاده چهارشنبه دوازدهم آبان ماه دوم نوام به شما سلام میکنم در طول 24 ساعت گذشته اتفاقات مهمی در منطقه رخ داده. دیروز راجع اون گفتم به موسل کمتر که امروز به اون خواهم پرداخت. اما یه اتفاق خیلی مهم افتاده. آقای امار حکیم رو میشناسی؟ امار حکیم فرزند مرحوم عبدالعزیز حکیم است. عبدالعزیز برادر کهتر آیت الله محمد باقر حکیم بود. آقای حکیم 37 سال 36 کم‌تر سال در ایران 30 سال در ایران زندگی کرد. آها تا میگم تاریخ انقلاب میاد جلوی چشمم. وقتی که صدام حسین سرنگون شد آقای حکیم با 4 5000 نفر برگشتن عراق. ایشون تشکیلاتی داشت به نام مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق المجلس الاعلى للثوره الاسلاميه في العراق مؤسس این مجلس اعلا کی بود آقای همین که الان میبینیم هاشمی شاهرودی آسد محمود البته اون وقت هاشمی شاهرودی نبود الالامه یا حجت الاسلام والمسلمین از سید محمود ال هاشمی شاهرودی هم نداشت آقای خمینی با حکیما دلشون جور نبود مرحوم آقا مهدی حکیم برادر بزرگتر محمد باقر حکیم که ماموران صدام در هتل هیلتون خارتوم ترورش کردن همون زمان جنگ ایران را روابط بسیار نزدیکی با حکومت پهلوی داشت مرتب به ایران سفر میکرد معزز و مکرم بود در ایران معمولا وقتی میومد پذیرایی شاهانه ازش میکردن موقعی هم که میرفت حتما یه صد هزار دلاری توی جیبش میزاشدن جیبها اینم باشالا گشاد دوی سی ستا راحت توش جا میگیره مروم آل آقا پسر مروم آیتولا چل ستونی گاهی اوقات لباس روحانی می پوشید گای اوقات کچلوار معلم بود وقتی شوهر امه من مرحوم آقای مقدادی اسفحانی از مشهد یا بدن از اسفحان به تهران می اومدن در اون یکی دو ماهی که منزل ما بودن این آقای آلاقا هم تکون نمی خورد از اون بغل می نشست و هماره در حضور ایشون بود این آقای مرحوم آلاقا وقتی که صداش می زدید می گفتی آقا چرا آلاقا تو چرا چهل ستونی نشدی میگفت آخه بابایی منم چل ستونی نبود مسیح تهرانی بود چون تو مسجد چل ستون نماز میخون اسمش شد چهل ستونی بعد پسرش برادر این آقای آلاقا یکیشون آقای مرحوم سعید بود که بعد از پدر در واقع کتاب خونه در اختیار او بود و ایشون هم در گذشت آقای هاشمی هم همینطور بود یعنی می شدن حجت الاسلام و المسلمین از سید محمود الله هاشمی و آقای خمینی چون حکیما رو دوست نداشت و می گفت اینا با شاه ارتباط داشتن هاشمی رو کرد رئیس مجلس اعلا بعد گفتن آقا این آقای محمد باقر حکیم بالاخره تو عراق پسر مرحوم حکیم بوده اعتبار داره گفت حالا اونم بشه سخنگو ایشون هم شد سخنگوی مجلس اعلا بعد از مدت دیدن آقای هاشمی فقط پی جمع کردنه فقط تو جیب میذاره پولایی که میدن آقای حاشمی شد سخنگو و آقای حکیم شدن رئیس مجلس اعلی مجلس اعلی یک وینگ یا یه جناه نظامی داشت که اسمشو گذاشتن فیلق بدر سپاه بدر و این فیلق بدر متشکل بود از تعدادی از ایرانی هایی که در اراق زاده شده بودند بیرونشون کرده بودند حکومت های عراق اینا بزرگتراشون فرمانده می شدن بچه هاشون هم آموزش میدیدن جز جنگجویان از هر صد نفر هشتاد تاشون جاسوس صدام بودن و به گفته یه تنی چند از بچه های سپاه و ارتش که من میشناسمشون اکثر عملیات ما رو اینا به اراقی ها اطلاع می دادن. حتی در یه مورد در عملیات مجنون وقتی متوجه یک باند جاسوسی شدن تمام اراقی ها و نیمه اراقی ها و اونهایی که عربی بلد بودن از جبهه بیرون کردن بردن جای دیگه اون عملیات در سیکرسی در سر با سر تمام انجام گرفت عملیات درخشان و قهرمانانه که همیشه یادشون می اومده بودن چند تا تریلی رو جلوش و ورده شدن بدنه رو به هم وست کرده بودن هاورکرافت ها رو روی اون گذاشتن اووردن تو مجنون رها کردن اصلا عراقی ها شاخ در آورده بودن و ایران مجنون رو گرفت با اون عظمت فاو رو گرفت و بیلیاقت ترین آدم ها به آسانی رو از دست دادن که داستان را مفصل سراغشن به هر روی آقای حکیم که برگشت عراق پنج هزار نفر همراهش بود گفتن اینا فیلق بدرن سپاه بدرن از این پنج هزار نفر حداقل دو هزار نفرشون بچه های سپاه پاسداران بودن خیلیشون عربی بلد نبودن فرماندار گشتن برای نجف عربی بلد نبود ترکی و فارسی بلد بود. و از این نو زیاد بود. که آقای پال بریمر تو اون جلسه که با او و دکتر جونز در کویت داشتم زمین سخنرانیم گفتم چطور ممکنه آمریکایی دروازه رو باز کنن آقای حکیم با سپاه پاسداران بیاد تو اینا با شگفتی میگفتن واقعا اینجوریه و یه بحثی داشتیم یه شب تا چهار صبح در شرایتون کویت اومدن اتاق من نشستیم و بحث کردیم تا صبح به هر روی آقای حکیم برگشت ایران شورای اداره امور رو که درست کرده بودن آقای حکیم خودش رو گذاشت جای آقای خمینی پدرخوانده رهبر اخوی کوچیکر عبدالعزیز رو فرستاد تو شورا که یه دورم رئیس شورا شد یعنی در واقع رئیس عراق شد در این ماجرا آقای حکیم گرفتار سوء قصدی شد که خود خانوادش به من گفتن دست سپاه در این کار بود از خود اعضای خانواده شنیدم که جلوی سحن حضرت علی بعد از نماز جمعه اتومبیلش رو منفجر کردن شبیه همون کاری که با رفی خریری کرد اونجا هم دست سپاه و هزبالله تو کار بود اینجا هم دست سپاه و هزبولا. و جالب اینه دو تن از کسانی که اونجا رفته بودن جز ابواب جمعی صدا و سیما در این ماجرا دست داشتند که بعدا مقاماتی هم در جمهوری ولایت فقیه گرفتن ولی یکیشون به غضب الهی گرفتار حالا چون رفته کاری بشنند آقای عبدالعزیز حکیم شد جانشین برادر حکیم به عنوان شهید مهراب تشکیلاتی درست کردن براش و بارگاه و قبه و غیره یه حرم مثل آقای خمینی اونجا برپا کرد در واقع از خاندان حکیم یکی باقی مونده که سعید حکیمه که الان آیت و در عراق مرجع از خاندان حکیم ولی عبدالعزیز یه مقدار مستقل بود با برادری خود فرق داشت در شورا شورای اداره عراق نقطه نظرهای ارائه میکرد که در تعارض با جمهوری اسلامی بود بعد پاشد رفت واشنگتن ملاقات با جورج بوش احترامی که بهش گذاشتن حتی سکت پادرمیانی بین ایران و امریکا بکنه اما رفت به ایران ناگهان اعلام شد که دچار سرطان خود او باور نداشت و خود او نیز بر این اعتقاد بود حتی یه بار که به لندن اومد که او رو مبتلا کردن ماشاءالله روسا همه نو مسمومیات یا سم سموم رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار دادن و همون بلایی که سر رئیس جمهوری گرجستان وردن در اینجا هم یا اوکراین در اینجا هم حکیم رو به اون مبتلا کردن و خیلی سریع آدم من یادم نمیره اون تصاویر آخرش تمام موها ریخته بود چندین نوبت تحت مالجه شیمیایی قرار گرفت. به هر روی آقای حکیم هم به برادر پیوست و در کنار برادر مزاری هم برای او درست کرد قاعدتا باید فرزندان محمد باقر حکیم میمدن جلو ولی اونا اهل سیاست نبودن همون گوشه حوزه مشغول کار اجدادی و درس و بحث و همون کارهای دیگه بالاترینشون پسر بزرگش درس خارج میکن اما امار حکیم جوانی که در ایران به دنیا آمده در ایران الف بار رو یاد گرفته مثل نیچیروان بارزانی برادرزاده کاک مسعود بارزانی نخست ودیر عراق او هم در ایران در کرج درس خوند و که وقتی با هم حرف میزنید میگفت فارسی من از عربیم خیلی بهتره آقای امار حکیم آنقدر به آیت الله خامنه نزدیک بود که در قیابش میگفتن امارونا امار ما و خیلی حساب میکردن روش اما حکیم جوان فاصله شو با جمهوری اسلامی بیشتر کرد نه اینکه دشمن بشه نه استقلال رأی بیشتری نشان داد و در اداره مجلس اعلای اسلامی به آنجا رسید که نوکران در بست سپاه قدس مثل هادی العاملی که از برکت امامه حکیم ها به وزارت هم رسیده بود وزارت راه و ترابری که دزدی های کلان در اونجا کرد به اتفاق پسرش آقازاده لوسی که برای اینکه از بیروت بیاد چهار ساعت هواپیمای رو زمین نگه داشت بعد که هواپیما بلند شد و اون نرسید تلفنی دستور داد هواپیما رو به بغداد راه ندن و هواپیما در نزدیک بغداد ناچار برگشت دوباره به بیروت خیلی دزدی کرد پسره و پدره حالا هم رهبر هشت شب اونا جدا شدن از حکیم در پارلمان هم گروه خودشون داشتن چند تا نماینده خودشون بودن هادی العامری و ابو مهدی المهندس رهبر تروریستی یک گروه شیعه که آمریکایی هم دنبالش بودند، اینا اداره بعد رو به عهده گرفتن و از حکیم جدا شدن آقای حکیم در پارلمان عراق فراکسیون داره البته جزء این ائتلاف ملی هست ائتلاف وطنی ولی اختلاف نظر شدید با نوری المالکی داره و یکی از دلایل سرنگونی مالکی مخالفت امار باهاش بود که رفت پیش آقای سیستانی گفت تکلیف روشن کن حالا اینا رو عمر گفتم برای چی آقای حکیم رهبر ائتلاف مواطن هم شهری هم وطن یک وسیقه یا یک داکومنت سندی رو به عنوان سند پایان بخشیدن به اختلافهای سیاسی ارائه کرد که الان مورد بخش و قرار مسئولان بلند پایه بهش بررسی کنه از جمله کسانی که از این سند دفاع میکنه دکتر ایاد علاوی است شخصیت برجسته شیعه سکولار اراق شایسته ترین فرد برای احراز مقام نخست آقای حکیم در این ماجرا اشاره کرده که زمان آن رسیده است که ماها که الان در عراق 16-17 ساله دولت در دستمونه بنشینیم و این اختلاف‌های سیاسی و ها رو کنار بگذاریم. خط دین رو برکنیم، خط نژاد رو برکنیم. همه واحد به عنوان شهروندان عراقی به آینده عراق و مسلحت ملی بیاندیشیم به نوعی آقای حکیم جدایی دین از حکومت رو تایید کرده و از همه مهمتر همه نیروهای خارجی که در عراق هستند باید بیرون برن و اگر نیروی در عراق هست با اجازه پارلمان و دولت عراق باشه ترکا بدون اجازه اومدن برن جمهوری ولایت فقیه اگه یه جا دولت عراق بهش اجازه داد قاعدتا باید بره اونم یعنی حکیم نظری شمولی داره به کل قضايا رو نگاه میکنه و بر این باوره که دولت عراق باید اختلافش رو با همسایگانش برطرف کنه عراق باید یک مجموعه واحدی باشه و بتوانن کرد و عرب و ترکمن و مسیحی و آشوری و مندانی و ایزدی همه با هم زندگی مشترکی داشته باشه یکی از رهبران مجلس اعلا آقای فادی شمری گفته ما این بار سازمان ملل رو فرا میخوانیم که زامن تطبیق این میثاق باشه سازمان ملل ناظر بر این باشه که ما عراقی ها با هم آشتی میکنیم ما با هم زندگی میکنیم به نظر من بسیار مهمه بعد از موسل اراق با یک مشکل اساسی روبرو خواهد بود دو میلیون آدم دو سال در دست داعش بودن آزار بسیار دیدن اما در میان اونا میتونن آدمایی باشن که تحت تاثیر داعش باشن دیروز عربستان سعودی یک شهروندو به هشت سال زندان محکوم کرد چرا این شهروند سربازان سعودی رو کافر خونده بود و داعشی ها رو نماینده اسلام و مرتب توی اینترنت تو جاهای دیگه علیه ارتششون و به نفع داعش شعار میداد خیلی هم جالبه آدمی بود که به شدت هشیش میکشید و مشروب میخورد به همین دلیل هشتال ضربه شلاغ محکوم محکومش کردن برای هشیش و مشروب ولی نکته که در اونجا اهمیت داشته در این بوده که توهین به سرباز وطن بالاترین جرم آقای حکیم هم امروز اینو میگه میگه سرباز و ارتشی عراقی نیروهایی که دارن با تروریسم میجنگن با ارهاب داعش میجنگن نیروهایی که از عراق حمایت میکنن باید حرمتشون نگه داشته بشه توهین بهشون نشه اشایر عراق رو به عنوان اشایر اصیل ازشون یاد میکنه و میخواد که پیوند تاریخیشون رو حفظ کنه یک ملای جوان که چندان اعتقادی به ولایت فقیه نداره حکومت دینی رو هم قبول نداره در عراق میخواد کاری بکنه ایا جمال الدین یک روحانی برجسته دیگر که صریحا میگه من قائل به جدایی دین از دولتم ایا جمال الدین در بازی های الان خودش آلوده نکرده جایگاه و اعتبار خودش رو داره و امیدوارم عراق این نوع ها رو داشته باشه ما هم داشتیم مرحوم آیت الله شریعت مداری بود هاش مایده نوری بود همین مرحوم چهل ستونی بود اینا آدمایی بودن یا علامه رضا صدر چه شخصیت برجسته ای بود اون مرد اینا بودن و این ایاد جمال الدین که من در اینجا باش مصاحبم کردم شما شاهدش بود در حال امیدوارم عراق روی سعادت ببینه این قبل از اینکه بخوام راجب موسل و نکاتی دیگر بگم یه نکته رو براتون میگم در واشنگتن من آقای خلیلزاد رو دیدم خلیلزاد رو میشناسید سفیر آمریکا در افغانستان سفیر آمریکا در عراق آقای زلمای خلیلزاد اصلا افغانی هست ولی آمریکایی شده و به بالاترین مقامات در وزارت خارجه رسیده عملا حاکم افغانستان بود به نوعی تا زمانی که آقای کرزای اومد و دولت تشکیل داد و در عراق هم در مدت سفارتش دو سال خیلی کارا کرد همیشه میخواست روابط با ایران خوب باشه نمیخواست روابط جنگی باشه من صریحا ازش یک سوال کردم در نشستی که با هم داشتیم صبحانه با هم خوردیم و صحبت کردیم و قرار به این است که مصاحبه مفصلم باش داشته باشم گفتم آقای خلیلزاد در بین ایرانی ها و افغان ها یک شایعه وجود داره و آن این است که شما مانع شدید تا مرحوم محمد ظاهر پادشاه افغانستان بشه بعد از آزادی افغانستان و دولت موقت ظاهر به افغانستان بازگشت در کابل در قصر پدرش جای گرفت و میگویند که شما مانع او شدید شما نگذاشتید محمد ظاهر شا به پادشاهی برسه خواهش میکنم این رو برای من توضیح بدید گفت من صادقانه برات همه چی رو خواهم گفت چون باید ثبت بشه در تاریخ و مردم بدونه گفت وقتی ظاهر در روم بود اونجا هم میدونید که محمد ظاهر شا در سفر خارجی بود که پسر عموش کودتا کرد محمد داوود خان و حکومت افغانستان رو جمهوری کرد و نمیدونست گور خودش رو داره میکنه زمین ساز ورود کمونیستا شد حزب پرچم حزب شاخه خلقش و اینا اومدن وسط و در روز درگذشت رهبر تاریخیشون تظاهراتی کردن و بعدم جنرال های بهشون پیوستن اونه که در مسکو درس خونده بودن مثل ببرک کارمل مثل عبدالقادر خان و غیره و کودتا کردن و داوود خان کشته شد حال محمد زایشا در رومان پادشاه فقید ایران دستور داد به سفیر ایران براش منزلی آبرومند خلیدن در حد و شعن یک پادشاه باشه و مرتبم تا پایان عمرش محمد رضا ز... شاه به او کمک کرد به پادشاه سابق یونان هم کمک کرد به تمام پادشاهان تاج و تخت از دست داده او کمک کرد و وقتی خودش تنها شد کسی نبود به او یاری برسان البته ملک خالد پادشاه وقت سعودی در دوران انقلاب توسط زندهات جعفر رائد سفیر ما و استاد من برای شاه چکی فرستاده بود به مبلغ 150 میلیون دلار که این رو در اختیار برادرم بگذارید شاید الان نیاز داشته باشه شاه سپاسگزاری کرده بود و چک رو برگردونده بود و این محبت رو همیشه به یاد داشت ولی نپذیرفت شاه برای زاه شاه خونه خریده بود آقای خریزداد میگه من رفتم در اونجا دیدنش چندین نوبت با او و دامادش که همه کاره بود ولی خود او هم پیر بود گپ و گفت داشتم و در اینجا از پادشاه خواستم به افغانستان برگرد با اینکه دولت آمریکا اصولا نظام سلطنتی رو دوست نداره ولی قانع کردم امریکن ادمنستریشن دولت آمریکا رو که ظاهرشا میتونه نقش مهمی می بازی کنه چون حتی طالبان میرفتن دست رو میبوسیدن حتی شورشیان و تندروها همه پادشاه رو قبول داشتن میگه زاهرشاه آمد آمد بسیارم نقش سازنده داشت در جمع کردن مجاهدین دوره هم در آقای مجددی آقای ربانی اینا همه بیان کنار هم بنشینن آقای سیاف و دیگران و دیگران و اینا نشستن آقای کرزایم که ما پادشاه آشنایی داشت پدرش از کسانی بود که برای شاه خدمت میکرد در دوران سلطنت ایشون هم اومد وسط و دنبال کار رو گرفت میگه بعد یک روزی رفتم پیش پادشاه وقتی رفتم پادشاه هنوز در خواب بود نشستم تا دامادشون اومد و داماد اصرار داشت حتی در یه جا مصاحبه کرد بود که علا حضرت برمیگردن به تاج و تخت که باعث وحشت جمهوری اسلامی شد و به هم ریخته بود محمد ابراهیم طاهریان سفیرشون پریده بود و وسط با کرزای با این و اون ملاقات آقا این امکان پذیری و جمهوری اسلامی یه تبلیغات عجیبی رو علیه زارشا شروع, شروع کرد و منم این خبر رو که شنیدم مبنی بر این بود که با فشار جمهوری اسلامی آقای خلیلزاد زمینه حذف پادشاه رو فراهم کرد ولی ایشون عکس این رو بود. گفت من به پادشاه میگفتم ایشون میگفت متاسفانه من اگر بیایم بعد از من جانشین مناسبی وجود نداره چون نه به پسرشون چندان امیدوار بودن و نه به نوادگان و همینطور به دامادشون و بر این باور بودن که فقط خودشون خواهند بود بعدم میگفتن که خب من حالا چیکار میتونم بکنم در واقع آقای می میگفت این پادشاه بود که مسئولیت رو رد کرد و اون فرمولی رو که کرزای درست کرده بود و مورد توافق منم بود پذیرفت که به عنوان پدر افغانستان در همون قصر سلطنتی باشه تا پایان عمر و بعد با تشریفات کامل در اونجا دفن شد تمام اموال خاندان سلطنتی به اونا برگردانده شد و آقای به من گفت متاسفانه بازماندگان خاندان سلطنت به سرعت زمین ها رو فروختن به مبالغ چندین میلیون و چندین میلیون و از افغانستان خارج شدن و کسی نماند که از این خانواده محمد افغانستان خانواده نادرشاهی بماند که راه ظاهرشاه که بسیار پادشاه قانونمند و آزادی بود ادامه بدن آقای خلیلزاد با تأکید به من گفت ایشون موافق بود که پادشاه به تاج و تختش بازگردد این پادشاه بود که به علت کهولت سن و خستگی این مسئولیت رو نپذیرفت گفتم ما باید تاریخ رو روشن بکنیم این دو نکته بود که باید در باب حکیم ها و محمد ظاهر شاه باز میگفتم درنگی کوتاه میکنیم و باز می گرم. با درود دوباره یاد طوفان به خیر برمیگردم به اون سالهای دور دور اولا این آهنگ برای نسل من آهنگ آشنایی است این آهنگ هندی بود که یکی از فیلم های راجکاپور نمیدونم شاید آواره یا آقای 420 تو یکی از اینا میخوند و توفان برجسته ای بود گو اینکه که به جایگاه شایستش نرسید یه آدم ورزشکار سالم و بسیار جوان خوبی بود ناصر چشمازر یادم یا نمیره شبایی که آرمستیشن میساختیم برای رادیو دو به ترنم به نوازش به نسیم گوش کن میشنوی این بهار از بهار اینا رو من مینوشتم چشمازر آهنگ روش میذاشت گروه کورش میخوندن و ما هفتاد تا آرمستیشن درست کردیم طوفان هم صداش اونجا بود چه شبهایی رو تا دیر وقت تو استودیو تنیم بودیم با هم که این آرمستیشن ها زبط بشه درود میفرستم به ناصر چشمازر چشمه جوشان موسیقی و به روان طوفان و درود میفرستم به هما بانوی میرفشار عزیز شاعری که دوستش داریم و با خاطره ما با زندگی ما عجین شده در حال یاد این عزیزان رو داشتن ضروری است ما نباید از یاد ببریم هیچ کدوم اینا رو از یاد نبریم مگه میشه آدم بیژن ترقی رو فراموش کنه تورج نگهبان عزیز رو مگه میشه از یاد بود چه انسانه برجسته و شایسته بود خیلی دوستش داشت فکور رو مگه میشه فراموش کرد رهی معیری رو یادم از خیلی خیلی 14 سالم بود تاکسی گرفتیم سوار شدیم دیدیم چه بوی اتکلونی عطر نگاه کردم رهی معیری جلو نشسته بود تا نیمه راه با, با همراهش بودم و او شعر خوند و صحبت کرد ایداد ایداد همه اینا یکان یکان رفتند برای ما خاطری گذاشتن آهنگاشون ترانه هاشون و اون صداهایی که در جان و جهان ما حضور داره برگردیم به سیاست دوباره ای داد بیدا یکی به من میگفت از دوستان عزیزم گفت ای رضا شعر که میخونی اون حرفای اونجوری که میزنی عاشقتم گوش میدم که خسرو میگفت به سیاست که میرسی خب کم و بیش گوش میدم <applause> وحی من با معیری ها یک ویژه دارم مرحوم معیر الممالک رو دیده بودم دوستالی خان رو پدر بزرگ محمد معیری همکلاسی من بود دادوش الان در گوشه از امریکا با همسر عزیزش زندگی میکنه و گفتم ما برای اولین بار جشن تولد دعوت که کلاس اول ابتدایی وارد باغ معیر که شدیم چند تا از این آدمایی که کار میکرد یکی تفنگبادی بادی به ما دادن گنجش زدن و خیلی جالب بود مثلا برای اولین بار تو اونجا گرفتم معیر و ممالک پوستینی انداخته بود و نقاشی میکرد بعدها کتابش رو خوندم و کتاب شکارش رو و خاطراتش رو رهی از اون خاندان بود از خاندان معیر و ممالک و رهی معیری نام داشت چون فرزندان دوستالی خان همه در واقع فامیل معیری رو گرفتن بله ایار سنج بودند ایار ادب و شعر و فرهنگ خاندان ها همه از هم پاشیده شدن شما فکر کنید خاندان های مثل خاندان پیرنیا چه بزرگانی بودن اینا مخبر و سلطنه که صادق ادایت از آنها بود حیف حیف فرمان فرمان نه شاه و نه رضا دست به ترکیب این خاندان ها نزدند جمهوری ولد فقی ریشه زد به همه خاندان ها چون چند تا خاندان نونور اما به سر بیاد باعث تبسی بیاد مثلا جای شازده قهرمان رو بگیره که همین آیت الله خامنه ای از دوستان و یاران و ستایشگرانش بود به خاطر شعرهایی که میگفت وزیر اطلاعات دیروز گفته بود راجبه دو ملیتی ها و گفت تو دل آخرینشون هم دو هفته پیش استعفا داد که منظورشون البته با جناق حجت الاسلام مشتبه سید مشتبه خامنه ای بود داماد دیگر آقای حداد عادل آقای حداد عادل جز پدرانی است که میگه خیلی خوشبخته هم ره به ینگ دنیا داره هم ره به چهارراه آذربایجان و این وسط میچرخه نماینده میشه رئیس اسلام میشه رئیس مجلس میشه برای ریاست جمهوری پرواز میکنه اما بدجوری با سر میخوره زمین حدادخان حد عادل برادر نازنینی داشت آدم حسابی بود در جبهه به شهادت رسید و هر روز چه بگویم باری بریم سر اوضاع احوالات دو خبر در دو سه روز گذشته خیلی در منطقه مهم بود یکی برکناری یا بر ازل برکناری وزیر اقتصاد و دارایی عربستان سعودی بود ابراهیم الاساف یک چهره شناخته شده بود که بیش از 20 سال وزارت رو بر عهده داشت و طرحهای اقتصادی سعودی رو او مینوشت و اجرا میکرد اما ظاهرا شتاب و سرعتی که در جریان هست او با این شتاب نمیتونست حرکت کنه محمد الجدان جای او رو گرفت از چهره های جوان اقتصاد که از اولین کارهایی که کرد باز کردن بورس سعودی به روی خارجی ها بود حالا فقط کشورهای عربی و مسلمانان می در بورس سعودی شرکت کنند ابراهیم الاسف مدتی بود صحبت برکناریش وجود داشت و بعد که بهای به نفت پایین اومد و ناچار به مراجعه به صندوق ارزی شدن سیاستی که تقشف میگن یا کمربندها را سفتر کردن به اجرا در اومد و بعدم اصلاحات بلند پروازانه ای که امیر محمد بن سلمان طرحش و ارائه کرد عربستان بی سی سال 2030 سالی که باید تکیه بر نفت به زیر سی درصد برسه فروش سهام آرامکو دوباره مطرح شد که گفتن پنج درصد سهام آرامکو به مبلغ دو میلیارد دلار به فروش برسونن تغییرات تغییر مهمی یکی دیگه هم کنارگیری دکتر عیاد مدنی بود او رو میشناسم یکی از روشن فکران سعودی بود معتقد به جدایی دین از دولت نویسنده برجسته یه مدت مدیر روزنامه اوکاز بود و کتاب های متعددی نوشت پدرش مورخ بزرگ سعودی خودش هم مورخ بود و بسیار هر دفعه من لندن به من میگفت علی تئاتر چی بهترین تئاتر چیه روی صحنه میگفتم فلان جا سه روز چهار روز اینجا میمون چهار روز میرفت تئاتر تد گالری میرفت این برور. آدم بسیار برجسته و روشن فکری بود و کنار رفتنش هم ظاهرا به خاطر یک خطا بوده که در صحبت خصوصی در رابطه با جنرال سیسی رئیس جمهوری مصر سخنی گفته بود که بعد توضیح خودش باعث رو بفهمیم یه خبری بود چون اومد گفت من برای جنرال احترام بسیار قائلم برای ملت مصر و در مقام دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی ارتباط نزدیکی با سیسی و مصر داشتم و اگر حرف من باعث ناراحتی شده این به قصد نبوده و پوزش میخوام به این صورت آقای دکتر عیاد مدنی بازگشت به قلمش و کتابش معمولا به نظر من اهل قلم اهل اندیشه بهتره که مقاب نگیره ها یک شاعر بزرگ و نویسنده داشتن دکتر قاضی القصیب دکتر قاضی متولد بحرین بود و بعد سعودی شد یکی از بهترین شاعران و نویسندگان منطقه بود کتاب هایی که نوشت شقت الحریه آپارتمان آزادی که از زیباترین قصه هایی که من خوندم چند تا جوون که در قاهره با هم دوران عبد و قومیت عربی است و چه روزگاری داره بعد اومد کتابی نوشت که می عنوانش رو گذاشت دیوان خانه و در اونم جالب بود روایت از زبانی یک مجنون فوق العاده قشنگ بود بله او هم مورد شتم و آزار آخوندا بود شعر می نوشت بی پروا و آخوندا علیهش اعلامیه می دادن. همین چند روز پیش علیه یک قصیبی دیگر که هنرمند رادیو تلویزیونه و در یکی از برنامه های تلویزیونیش نقش یک تروریست داعشی رو بازی کرد یه باش از آخونده بهش اعتراض کردن یکیشون هم او رو تکفیر کرد دولت سعودی هم دستگیرش کرد و محکومش کرد از این بابت خیلی خوشحال شد اما در ولایت خودمون در سرزمین خودمون در خانه پدری در سرزمین کوروش بزرگ مدیر صندوق قرض الحسنه دانشجویان خبر داده که دانشجویان شرکت کننده در مراسم پیاده روی اربعین یک میلیون تومان وام میگیرند غلامعلی نیستانی گفته که صندوق قرض با پرداخت وام دانشجویی خارج از نوبت به شرط حضور در مراسم پیاده روی اربعین رو خلاصه دریافت میکنن و دانشجو میتونن زامن هم بشن حالا یه دانشجو اگه پرپر پر بزنه در حال مردن 200 هزار تومان بخواد بهش نمیدن برو سه تا زامن بیا اما تو راهپیمایی اربعین یه میلیون بهش میدن بله رشوه ای که میخوان بهش بدن در خلاصه صحنه بیش از یک میلیون و دویست و هزار ویزا برای زائران ایرانی مایل به حضور در این مراسم صادر شده است. هفتصد هزار نفر ویزا گرفتند. سازمان های دولتی امکانات ویژهای در اختیار مسافران عربعین میگن. سه هزار مخزن زباله به عراق شهرداری تهران صادر کرد. دو هزار نفر از پرسنل شهرداری برای کار در شهرهای زیارتی در عراق دویست توالت احداث کردن در شهرهای مرزی ایران و انتقال زائران با 700 اتوبوس از اقدامات امسال شما کل مجموعه رو نگاه کنید آیا نمیشه در تهران اربعین رو برگزار کرد نمیشه از راه دور به حسین سلام کرد حتما باید این تظاهرات رو کرد این دویستا توالت رو میخواستین در خود ایران در جاهایی درست بکنید. چند میلیون خرج خواهد شد که چی بشه یه دبره برن اونجا تو سرشون بزنن اگر مقام حسین رو باور داشتید و جایگاه اون رو این کار رو نمی کردید. حسین برای تو سر زدن نیست برای اینکه آدم نگاه بکنه آزادگی رو یاد بگیره اسباب تاسفه که رژیم جمهوری اسلامی ما رو به کجا ببره زاکر حیدری از فرماندهان سپاه هم به همراه دو افسر ایرانی دیگر در سوریه کشته شدند. آقای حیدری قبلا معاون عملیات سپاه استان آذربایجان شرقی بود بله آقای محمد آتابه عضو سپاه استان گیلان هم کشته شدن همینجوری چپ و راست دارن کشته میشن محمد کیهانی پرسنل معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری اهواز از شهدای مدافع حرم در حلب کشته شد حرم حلب مصطفى کریمی آواره افغان اونم بیچاره در سوریه جان داده 400 نفر از کسانی که در سوریه در تیر ماه گذشته کشته شدن جز مدافعان حرم بود حالا باید بازم کشته بشید وقتی انسان درایت و عقل خود رو به دست یه دا میده اینم سرنوشتش هست متاسفم در عراق نیروهای عراقی در 24 ساعت گذشته پیشرفت بیشتری داشتن آنچه چه خطرناکه و آدم و نگران میکنه این جنایتکاران داعشی که از سپر انسانی استفاده میکنه مردم بی گناه. آقای آقای حیدرالعبادی نخست وزیر عراق خودش به جبهه رفت با لباس رزم عبادی قد کم کوتاه و در میان این افسران قد بلند دیدنی بود قیافش رفته بود در میان و اونها و جبهه رو بازدید میکرد سخنانی هم ایراد کرد حرفای زد در جمع یه از افسران نشسته بود و تاکید کرد که ما موسی رو پس میگیریم تاکید کرد به اینکه داعش رو شکست خواهیم داد اراق قبرستان داعشی ها خواهد بود نگاه میکنیم عبادی رو و در حال سخنرانی برای نظام, نظام امامیه من المعارك الدائره هناك و القطاعات العسكريه لجهاز مكافحه الارهاب و الرد السريع داره نیروهای واکنش سریع و همینطور نیروهای ضد ترور رو بازدید میکنه ازشون باشون داره صحبت داره میکنه داره داره و اعتقاد داره برای اینکه پیروزی نزدیک خواهد این تحریشی که میذاره من عصبانی میکنه آقا جان بزن نخست وزیر عراق این ریش رو چی میزادی؟ این ریشی که آدم آزار میده هم نه حمایت المدنیین هم نه تحریر به و ان شاء الله هذا نسوي وقريبا ان شاء الله تسمعون اخبار ساره بس انا احذر وانا هم ما ان اس که تلفات انسانی برای مردم کم باشه امیدواریم به سرعت این کار انجام بدیم از هموطنانم میخوام که تا میتونن در پناه خانه هاشون باشن و اگر تونستن از راههایی که ارتش براشون باز کرده بگریزن به منطقه ام بیان سازمان ملل بسیار نگران از سرنوشت اهالی موسل خوشبختانه تا امروز گروه هشت و شعبی در عملیات نظامی اصلی شرکت ندارند البته اونا گفتن در جاهایی که فرمانده کل قوا آقای هیدر العبادی دستور بده ظاهر خواهند شد ولی به نظر میسه که این و تهدید ترکیه و اینا به جای نرسه و عملی نشه به حال امیدوارم ظرف دو سه روز آینده پیشرفت نیروهای اراقی علیه جانوران داعش بیشتر و بیشتر باشه و به زودی ما سرنگونی این نمایندگان اسلام ناب انقلابی محمدی داعشی رو زودتر ببینیم القاعده ای رو دیدیم سرنوشت بن لادن رو دیدیم سرنوشت آقای عمر البغدادی رو هم خواهیم دید که به کجا ختم میشه ظاهرا اینا سرنوشتی بیشتر از اون ندارن که یا به دست آمریکا یا با هواپیماهای بدون سرنشین کشته بشن یا بگیرنشون مثل یه حیوان در دام بندازن و نابودشون کنن متاسفانه این اسلام ناب انقلابی محمدی که آقای خمینی از کوزه بردش بیرون در دو وچشی و, و سنیش اسباب مصیبت ماست در لبنان بعد از اینکه آقای اون انتخاب شدن خب گروه های مختلف سیاسی به دیدنش رفت مطابق رسوم پارلمانی لبنان که یه موقعی هم ما در ایران داشتیم رئیس جمهوری ما در ایران پادشاه با رهبران فراکسیون های داخل پارلمان گفتگو میکرد تا تمایل اون را نسبت به فردی جویا بشه و بعد اون فرد رو بهش تکلیف میکرد تا کابینه رو تشکیل بده توافقی که بین آقای میشل اون جنرال میشل اون و سعد الحریری صورت گرفته اساسش بر اینه که آقای حریری دولت رو تشکیل بده آقای نبیه بری چون در این توافق اسمی ازش برده نشده چون ایشون میخواد رئیس غیرقابل تغییر و دائمی پارلمان لبنان باشه هیچ کس در تاریخ لبنان به اندازه ایشون در مقام ریاست پارلمان ننشسته نبی بری یکی از میلیاردرهای لبنانی است در طول این سالها ثروت عجیبی اندوخته خودش فرزندانش اقوامش قبلا هم در آفریقا در سرمایه گذاری های بسیار پمپ بهزی فروشگاه خانستازی و غیره بوده الانم هم در لبنان به آلاف و علوف عجیب رست او مخالف بود با رأیگیری برای میشل اون ولی سرانجام چاله نداشت این توافق بزرگتر از او بود این نکته هم جالبه که آقای فامر سیحان که قبلا وزیر قبلا سفیر عربستان در عراق بود و حالا یک وزارتخانه جدید تاسیس کردن به عنوان وزیر مشاور در امور کشورهای در منطقه خلیج فارس ایشون سفری به بیروت کرد درست ساعاتی بعد از اون که آقای سعد حریری اعلام کرد چرا حاضر حتی وچه خود رو قربانی بکنه و اون رو انتخاب بکنه به اون رأی بده به خاطر اینکه وطن امروز نیاز بیشتری به این داره که سر داشته باشه رئیس دولت داشته باشه به هر حال آقای سیهان رفت به بیروت در اونجا با حریری ملاقات طولانی داشت بعد به دیدن اون رفت و اعلام کرد ما اومدیم اینجا که آشکار کنیم ما دخالت در امور داخل لبنان نمی کنیم. جمهوری اسلامی به محض اینکه اون انتخاب شد شروع به واکنش کرد سپاهیان پیروزی حزب الله آقای دکتر علی اکبر ولایتی طبیب حضور و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک و مشاور سیاسی ارشد رهبر جمهوری اسلامی اعلام کردند انتخاب اون پیروزی حزب الله من میگویم که چنین نیست دیروزم گفتم انتخاب اون پیروزی حزب الله نیست انتخاب اون شاید در این لحظات در واقع تنها انتخاب ممکن بود خیلی ها در لبنان از اینکه اون رئیس جمهورش شده خوشحال نیستن البته نارنجی ها چرا طرفدارانش اومدن تو خیابون آتش بازی کردن شلوغ کردن ابراز شادمانی کردن ولی در مجموع ممکنه دو سوم لبنانی ها موافق او نباشه اما از اینکه کشورشون هم بی رئیس جمهوری بود ناراحت بودن بالاخره جرجیس رو گفتن انتخاب بکنیم بهتر از اینکه بی رهبر باشیم حالا جرجیس رو میذاریم هشت یک سالشه خدا میدونه چند سال دیگه حالا حد اکثر یه دوره رئیس جمهوری رو میذاره میره اگه زنده بمانه لبنان حالا صاحب رئیس جمهوری است در کاخ به ابدا، هر بامدادان گارد شرف رژه میرن سرود لبنان نواخته میشه جان قهوه چی فرمانده ارتش لبنان که میگفتن ممکن رئیس جمهوری بشه احتمالا جای خود رو به دیگری خواهد داد یکی از دامادهای آقای اون نامزد فرمانده ارتشه ولی شاید با ریاست جمهوری و دیگه فرمانده ارتش رو به دامادش ندن اما اون یکی دامادش آقای جبران باسی که خیلی دربارش حرف موقع که وزارت ارتباطات بود برای قراردادهایی که به جیب زد و مسئله سنترال لبنان و موبایل ها که کنترل حزب الله روشه ایشون حتما در کابینه خواهد ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر خورشید نشان هماره برافراشته بود ایرزا نوریزاده تا فردا همه شما را به پروردگاره عاشق می سپاره